سلام، به اولین قسمت از سری ویدیوهای کارگاه خوش اومدین. توی این سری ویدیوها قراره که توی هر قسمت یه دونه پروژه رو به صورت صفر تا صد با هم دیگه انجام بدیم. این پروژه خیلی پروژه بزرگی نیست و توی هر قسمت یک نرم افزار خیلی کوچیک رو با هم دیگه انجام میدیم که بیشتر با نحوه کدزنی در دنیای واقعی آشنا بشین و کاملا به اون زبون مسلط بشین. بریم برای اولین قسمت. توی این قسمت میخوام که توسط زبان HTML، JavaScript و CSS یک همچین سرچ باکسی رو درست کنم که وقتی روی این آیکون میزنیم باز میشه و با زدن دوبارش بسته میشه، که توی سایت های زیادی حتما این سرچ باکس رو دیدید. بریم با هم دیگه شروع کنیم. من اینو سیوش میکنم، اینو ریفرش میکنم که کلا خالی میشه. اولین کاری که میخوام انجام بدم اینه که یک فایل CSS به صفحه اضافه کنم. اسمشو میذارم styles.css. فایل دیگه ای که دارم برای JavaScript script.js. خب فعلا اینو بزرگش کنم، اینو میبندمش، استایل رو هم میبندم و فایل ها رو ریفرنس میذارم به صفحه HTML که اینجا میگم یه تگ لینک دارم، رلش میشه استایل شیت و hrefش هم میشه styles.css و در انتها هم میگم که تگ اسکریپت دارم که src میشه script.js و کار تمومه. حالا بریم سراغ نوشتن HTML. یه تگ div باز میکنم و کلاس کوچیک بنویسم بهتره. سرچ بار کانتینر رو بهش میدم و کلاس اکتیو رو هم بهش اضافه میکنم. حالا داخل اون یه تگ img درست میکنم. سورسش رو برابر آیکون search.png که از قبل توی پروژه اضافه کردم میکنم و کلاس magnifier رو بهش میدم. حالا یه دونه تگ input داریم از نوع تکست و کلاس اینپوت رو هم بهش میدم. پلیس هولدرش هم برابر سرچ 3 نقطه قرار میدم و کارم تموم میشه. حالا یه تگ img نیاز دارم با src google.png که توی پروژه اضافهش کردم و alt خالی بهش میدم و کلاسش رو هم برابر mic-icon قرار میدم. خب الان کارم توی HTML تمام شد. خب حالا اینو میبندم و وارد استایل ها میشم. کاری که اینجا انجام میدم کلاس search bar container رو شروع میکنم به نوشتنش که میگم دیسپلیش برابر flex باشه، align itemsش برابر center، background colorش برابر وایت، پدینگش 5 پیکسل، ویتش برابر 300 پیکسل و هایتش برابر 50 پیکسل. border radiusش رو برابر 50 پیکسل قرار میدم و box shadowش رو برابر 0، 7 پیکسل، 12 پیکسل و RGBA 0 0 0 و آلفای 55% قرار میدم. مارجینش رو میگم 10 پیکسل و پوزیشن ریلیتیو رو بهش میدم و در نهایت میگم ترانزیشنش برابر باشه با ویت 0 و 0.6 ثانیه. حالا بریم سراغ کلاس مگنیفایر. میگم یک کلاس دارم به اسم مگنیفایر که عرضش برابر 25 پیکسله، کرسرش برابر با پوینتره و پوزیشنش هم ابسولوت، لفت اون برابر 20 پیکسل و تمام. و حالا برای کلاس میک آیکون میگم ویتش برابر 30 پیکسل باشه، پوزیشن ابسولوت، رایتش 10 پیکسل باشه که سمت راست قرار بگیره و ترانزیشنش
روی ویت اعمال بشه و 0.2 ثانیه هم زمان ببره و ترانزیشن دیلیش هم برابر 0.3 ثانیه قرار میدم که بعد از 0.3 ثانیه شروع بشه به ترانزیشن. حالا برای کلاس اینپوت میگم بک‌گراند کالرش باشه ترانسپرنت، بک‌گراندی نداشته باشه، بوردرش رو برابر نان قرار بده که خطی دیده نشه، مارجین رو 10 پیکسل و 50 پیکسل قرار میدم، ویتش برابر 100% بشه که کل مجموعه رو پر کنه و در نهایت اوتلاین نان میشه و یه رنگ هم بهش میدم که میگم RGB 100 100 و 100 رو بهش میدم که رنگ خاکستری میشه تقریبا. حالا میگم که ترانزیشنش برابر ویت و 0.3 ثانیه میشه و ترانزیشن دیلیش برابر 0.3 ثانیه. حالا برای کلاس اکتیو که کلاس سرچ بار کانتینر رو هم داشته باشه میگم ویتش برابر 50 پیکسل میشه و برای کلاس اکتیو که کلاس اینپوت هم داشته باشه میگم ویتش برابر 0 میشه و در نهایت میگم برای کلاس اکتیو که کلاس میکت آیکون رو هم داشته باشه ویتش برابر 0 بشه. خب تا اینجا CSS و HTML رو تموم شد و حالا میریم سراغ جاواسکریپت من. خب CSS رو من میبندم، جاواسکریپت رو باز میکنم. توی جاواسکریپت کار زیادی نداریم. میگم یه کانس دارم به اسم سرچ بار که مساوی میشه با document.querySelector و میگم کلاس سرچ بار کانتینر رو داشته باشه و یک کانست دیگه تعریف میکنم به اسم magnifier که مساوی میشه با document.querySelector و میگم که کلاس magnifier رو پیدا کن و در نهایت میگم که magnifier.addEventListenerش روی ایونت کلیکش یک همچین فانکشنی رو اجرا کن، یه انانیموس فانکشن که داخل این میگم که خیلی ساده سرچ بار دات کلاس لیست دات تاگل کن کلاس اکتیو رو. خب اگه اینو اجرا کنم یه همچین چیزی اجرا میشه که باید ببینیم که اشکال کار کجاست. خب اشکال کار رو متوجه شدم، اونم این بود که کلاس لیست رو با ال کوچیک نوشته بودم که باید با ال بزرگ می‌نوشتم. خب الان که برنامه رو اجرا کنین نتیجه خروجی یه همچین چیزی میشه که میتونیم با هم دیگه ببینیم و ازش استفاده کنیم. لینک دانلود سورس کد این پروژه رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که بتونین به اون دسترسی داشته باشین. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. این ویدیویی که بهتون پیشنهاد میکنم از همین کاناله و مربوط به همین ویدیو. اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.